با شنیدن کلمه نوجوان اولین کلمه که به ذهنتون میرسه چیه؟ معمولا همراه با ناهنجاری. این ناهنجاری میتونه ناهنجاری های فیزیکی باشه یا میتونه ناهنجاری های رفتاری باشه. ناهنجاری فیزیکی رو که همه میشناسیم، دماغ گنده روی صورت، صورت پرجوش، دست و پاهای زیادی گنده شده. و ناهنجاری های رفتاری، رفتارهای بسیار اکستریم، خنده های بیموقع، قهقهه ها، عصبانیت ها و خلاصه سرگشتگی های خیلی زیاد که گاهی اوقات وقتی ما به یه نوجوان نگاه میکنیم، بعضی وقتا به خودمون میگیم اینا چرا این ریختی هن؟ والا ما که نوجوان بودیم همچین کارایی نمیکردیم. به قول پدرم که اینجور موقع ها میگه آره بابا جون، شما با کچلوار به دنیا اومدی. کار کردن من با نوجوانا و ارکستر نوجوانا به من یاد داد که نوجوانا بمبن. یعنی ما میتونیم تمام این شور و هیجان و حتی این سرگشتگی رو به سمتی ببریم که بسیار پروداکتیو و تولید کننده باشه. و این حس رو وقتی متوجه شدم که بچه های ارکستر رو می دیدم که با وجود نوجوانی بعد از هر اجرا با سری بالا و پر از افتخار از سالن می اومدن بیرون و حس خیلی قوی و خوبی داشتن. به عنوان یک نوجوان، به عنوان یک موزیسین باید بگم که من دوستای خیلی زیادی از قشر موزیسین ندارم. دلیل مهمش اینه که کار ما موزیسین ها مثل کار کسیه که میخواد یه نیمرو درست کنه و قرار کس دیگری اون نیمرو رو بخوره. و نفر سوم این وسط وارد میشه که نه اون نیمرو رو پخته و نه قرار اون نیمرو رو بخوره. و بعد میاد درباره این نیمرویی که تو درست کردی نظر میده. به خاطر همین فکر میکنم بهتر باشه برای من که با کسانی صحبت بکنم و دمخور باشم و همنشین باشم که خیلی به نیمروهایی که من درست میکنم کاری نداشته باشن. البته این موضوع خیلی هم خارج از چالش‌ها و لطف‌های خودش نیست. یادم یک روز مهمونی دعوت بودیم و طبق معمول من و خانواده‌ام دیر رسیدیم. مهمونی خیلی شلوغ بود و صاحب مهمونی به استقبال من اومد و نگذاشته و نبرداشته به من گفتش که آقا این رهبر ارکسترم سر کاره ها. آخه اون روز عصر بی بی سی پرامز یه دونه برنامه از ارکستر سمفونیک نشون داده بود و این آدم دیده بود که موزیسین هم نبود. گفتم چطور مگه؟ گفتش که وایستاده اون بالا دستش رو تکون میده، نوازنده هم هیچی نگاش نمیکنه، پول مفت میگیره. من چیزی نداشتم بهش بگم، فقط گفتم اجازه بده من لباسم رو در بیارم، حالا بیایم با هم دیگه بعدا صحبت میکنیم. نمیدونم چی شد که این دوست من یهو نیمروها رو ریخت تو قیمه ها. به هر حال اتفاقی که افتاد این بود که من به این موضوع فکر کردم و پیش خودم گفتم خوشامدگویی خیلی خوبی نبود، ولی فکر میکنم بهتر از این بود که مثل خیلی از همکارای من یا مثل خیلی های دیگه بعد از دیدن یه همچین اجرای خارق العاده ای بیان و بگن که تو رو خدا نگاه کن، ارکستر اینا رو نگاه کن، ببین ما کجاییم اینا کجان. و این صدای آخری که در میاد یکی از صداهایی که فکر میکنم خاص فرهنگ ما باشه. ما این صدا رو خیلی جاها به کار میبریم. برای مثال وقتی که پسرمون، دخترمون یا هر کسی دیگه یه کار بد میکنه ازش عصبانی میشیم، دعواش میکنیم و بعد میگیم عجب بچه یه ها. این یه مدلشه. یه مدل دیگه هم مثلا میتونه این باشه که ما در حال رانندگی هستیم، داریم با طمأنینه رانندگی میکنیم، یوهو یک نفر میپیچه و جلوی ما و مانع رانندگی ما میشه. یه نگاه عاقلا در صفیحی بهش میکنیم، یعنی که ما هیچ وقت خودمون از این کارو نمیکنیم. یه بوغی هم میزنیم و اینجوری نگاهش میکنیم و سری تکون میدیم که یه مدلش هم هست که ماهایی که تو دهه 60 بزرگ شدیم بهتر میتونیم بفهمیمش. و این مربوط میشه به برنامه‌هایی که ما خیلی زیاد تو تلویزیون میدیدیم. برنامه‌های تلویزیون اون موقع یه مجموعه عجیب غریبی بود از غم و اندوه تلمبار شده روی روح ماها. مثلا سه‌شنبه‌ها هاچ زنبور عسل،
هاچ زنبور اصل طی صد و خورده قسمت که بعضیش هم تکراری بود دنبال مامانش میگشت. مادری که هیچ وقت پیدا نشد و بعد از هر اپیزودی که تمام میشد ما منتظر بودیم که تو قسمت بعد شاید پیداش بکنه و با اندوه هاچ زندگی میکردیم. برنامه دیگه‌ای که خیلی رایج بود و پخش میشد برنامه سریالی بود به نام سالهای دور از خانه. من بعدا متوجه شدم که این سریال بر اساس کتابی نوشته شده به نام اوشین که چند جلد بود و حدس میزنم که این چند جلد کتاب طبق صحبتی که با بعضی از کسایی که از دوستان ژاپنی خودم شنیده بودم انگار با یک کارخونه دستمال کاغذی قرارداد بسته بود که همراهش حتما باید دستمال کاغذی فروخته میشد که در حین خوندن کتاب اشکاشون رو پاک کنن. بعد از تلمبار شدن غم روی وجود همه ما نوبت یک شنبه ها میشد. برنامه بود به نام دیدنی ها. تنها پنجره ما رو به اونور دنیا. این برنامه مشتمل بود بر آیتم هایی که نشون میداد که اونور دنیا چی کار میکنن، دستاوردهاشون چیه، چه کارهای جالبی میکنن اونجا خارجه. و بعد از هر آیتم نگاه ما تو خانواده به هم دیگه که اون را ببین، ما را ببین. فکر میکنم به خاطر همین باشه که تا یه خارجی وارد ایران میشه اولین سوالی که ما ایرانی ها ازش میکنیم در نهایت حس خود کمبینی اینه که Hello, how are you? How do you like Iran? و در جواب این که به ما میگه Wow, it's a wonderful country. I really love it here. ما به یک باور و یک خودباوری میرسیم که میگیم اولین منشور حقوق بشر مال ماست. رئیس ناسا ایرانیه و تو خونه هامون ما میتونیم انرژی هسته‌ای درست کنیم. این موضوع وقتی بیشتر من رو اذیت کرد که حدود 12 سال پیش گروهی از دانشجوهای خودم رو برای یک گردش علمی در حقیقت بازدید از دانشگاه‌های هنر آلمان به کشور آلمان بردم. تو این سفر اولین جایی که ما رفتیم دانشگاه کلن بود، دانشگاه هنر کلن. و اتفاقا اولین جایی که رفتیم مدرسه رقص اونجا بود. ما وارد شدیم یک سالن خیلی بزرگ پر از آینه و جوان‌ها اونجا در حال گرم کردن خودشون بودن. و جوان‌هایی که همراه من بودن براشون یک دونه مت گوشه اون سالن انداختن و رفتن نشستن و به محض اینکه کار این بچه‌ها شروع شد من نگاه اون شاگردهای خودم رو، اون دانشجوی خودم رو هیچ وقت فراموش نمی‌کنم. نگاهی که تو رو خدا اینا رو نگاه کن. ما کجاییم؟ اینا کجان؟ خیلی برای من دردناک بود. و حس کردم این حس رو بعد از نسل خودم به نسل بعد از خودم هم انتقال دادم. خیلی فکر کردم که چی کار میشه کرد برای که با این موضوع به چه شکلی روبرو بشم. توی کلاس با شاگردا، با دانشجوها حرف میزدم. توی اینستاگرام مینوشتم. توی فیسبوک. ولی در نهایت فکر کردم به عنوان معلم من باید بتونم یک مفهومی که اینقدر غامض و پیچیده است ببینم چطوری میتونم تبدیلش کنم به یک موضوع خیلی ساده و در یک جمله بتونم این رو حداقل مطرحش بکنم که ببینیم چطور باهاش روبرو بشیم. در نهایت رسیدم به یک جمله خیلی ساده. پیش خودم فکر کردم جمله کلیشه‌ای و ظاهراً الهام بخش من میتوانم رو تبدیلش بکنم با یک تغییر خیلی ساده توی زمان فعل، تبدیلش بکنم به من توانستم. جمله‌ای که وقتی که جلوی آینه روی صندلی نشستی و به خودت نگاه می‌کنی بتونی با گفتنش به خودت بگی ایول. نمی‌دونم تا حالا شده یا نه که از یک نوجوان که در حال آماده شدن برای کنکورش هست بپرسین که می‌خوای برای کنکورت چی کار بکنی؟ معمولاً جوابی که ما می‌شنویم اینه: می‌خوام پزشکی بخونم. می‌خوام مهندسی بخونم. این خوندن پزشکی یا مهندسی در شکل کلش به من نشون میده که این جوان هدف مشخصی نداره.
چرا؟ چون من انتظار دارم که یک نوجوان بگه که من میخوام پزشک بشم و میخوام پزشک اطفال بشم. من میخوام مهندس بشم، مهندس راه و ساختمان بشم. که وقتی که درسش تموم شد بگه من تونستم. نگه که الهی شکر این درسم تموم شد، حالا بریم ببینیم چی کار میکنیم. اما اصولا ما کی میتونیم جمله من تونستم رو درست به کار ببریم؟ من توانستم وقتی میتونه درست استفاده بشه که ما یک دستیافت داشته باشیم، به یک چیزی رسیده باشیم. اما پیش از اون که دستیافتی داشته باشیم لازمه که هدف گذاری کرده باشیم، هدف گذاری که ملموس باشه، که وقتی بهش رسیدیم بتونیم حسش بکنیم. کی ما میتونیم هدفی داشته باشیم؟ وقتی که به دلیل یک محرکی تونسته باشیم انگیزه‌ای برای رسیدن به اون هدف ایجاد بکنیم. این پروسه یه پروسه خیلی مهم توی جریان فکری و جریان رشد یک آدم میتونه باشه. برای اینکه این کار بتونه صورت بگیره، یک نوجوان باید بتونه ورود بکنه به تجربه. این تجربه، مواجهه با این تجربه معمولا با دو تا حالت میتونه روبرو بشه. بعضی ها کنار تجربه میایستند، بعضی ها ورود میکنند به تجربه. این دو نوع آدم متفاوتن. اصولا ورود کردن به تجربه کار آسونی نیست. ورود کردن به تجربه میتونه باعث بشه که ما مواجه بشیم با یک ترس بزرگ. اصولا کسانی که ورود نمیکنن به تجربه بیشتر با پدیده ترس روبرو هستن. ترس از شکست، ترس از قضاوت، ترس از باختن از کس دیگه ای، حتی ترس از موفقیت و قضاوت‌های بعد از موفقیت، ترس از احساس‌هایی که باید باهاش دست و پنجه نرم بکنن بعد از اینکه ورود کردن به این داستان. حالا سوال مهم این میشه که حالا ما یک نوجوانی رو پیش رومون داریم، چی کار بکنیم که این نوجوان درش انگیزه ایجاد بشه؟ گیریم که انگیزه ایجاد شد، چی کار بکنیم که بلند شه؟ چجوری کمکش بکنیم که هدف گذاری بکنه برای خودش؟ حالا گیریم که هدف هم داشت، کی قراره هدایتش بکنه و رهبریش بکنه به سمت اون هدف و اون انگیزه، اون دستاوردی که دلش میخواد داشته باشه؟ این کار خیلی کار سختیه. احتیاج به یک ممارست، احتیاج به تمرکز، احتیاج به یک معلم یا یک راهنمایی خیلی خوب داره. یاد یک مصاحبه میفتم از آهنگساز بزرگ موسیقی فیلم جان ویلیامز، که وقتی که کنار استیون اسپیلبرگ در یک مصاحبه نشسته بود و جوانها روبروش وایساده بودن، جوانی ازش پرسید که ما چی کار میتونیم بکنیم که در موسیقی فیلم و ساخت موسیقی موفق باشیم؟ و یک جمله ساده جوابش بود به انگلیسی که Learn your craft. کارتو یاد بگیر. صنعتتو بلد باش. اصولاً بلد بودن کار آسون نیست. بلد بودن کار دیسیپلین میخواد. بلد بودن کار ممارست میخواد. و این اتفاقی که توی یک ارکستر میفته. یک نوازنده وقتی که میخواد ورود بکنه به یک ارکستر، لازمه که پیش از اون خیلی کار کرده باشه و زحمت کشیده باشه. یعنی باید کارش رو بلد باشه. اما می‌خوایم بدونیم که در یک ارکستر چه اتفاقی می‌افته. اصولاً یک ارکستر رو می‌تونیم تشبیه بکنیم به یک ساختمان چند واحدی. توی هر کدوم از این واحدها قسمت‌هایی از ارکستر قرار دارند. قسمت سازهای زهی، قسمت سازهای بادی، قسمت سازهای ضربی، که هر کدومم اتاق‌های خودشون و تقسیم‌بندی‌های درونی خودشون رو دارن. نکته جالب در رابطه با یک ارکستر سمفونیک اینه که هیچ اتاقی خبر نداره که تو اتاق دیگر چه اتفاقی داره می‌افته. همه فقط کاری که خودشون باید انجام بدن جلوی چشمشونه. و یک رهبر ارکستر اونجاست که باید با داشتن دانش و دادن بینش به هر نوازنده و به هر گروه بتونه اون صدای نهایی رو از توی ارکستر در بیاره. نمیدونم میدونید یا نه،
وقتی که یک ارکستر سمفونیک در حال اجرا هست، تقریبا هیچ بخشی مشابه بخش دیگری اجرا نمی‌کنه و یک چند صدایی یا به اصطلاح موسیقایی اون یک پلیفونی داره جریان پیدا می‌کنه. خب حالا فرض کنید یک نوجوان توی ارکستر نشسته، قراره چه اتفاقی بیفته؟ قراره موسیقی اجرا بشه. نوجوان پیش خودش وقتی که تماشاچی‌ها رو نگاه می‌کنه در حال اجرا یا حتی قبل از اجرا، پیش خودش میگه من مهمم، من دارم موسیقی رو اجرا می‌کنم، من قسمتی از این ارگانیزاسیون هستم که داره موسیقی رو تولید می‌کنه، بدون وجود من این لوکوموتیو نمیتونه درست حرکت بکنه، این آدما اومدن که من رو ببینن. چه چیزی میتونه با ارزش‌تر برای یک نوجوان باشه که انقدر به من بودنش اهمیت بده؟ اما در کنار این من بودن نکته دیگری هم وجود داره، اینکه من نمیتونم از بقیه تندتر برم، من نمیتونم از بقیه بلندتر بنوازم، من نمیتونم از بقیه کندتر باشم به خاطر ترسم، من نمیتونم از بقیه آرومتر باشم. دوستانم کنارم هستن، کمکم میکنن و من کنار اونها احساس آرامش میکنم. پس ببینید این تقابل من بودن و در گروه بودن چقدر پدیده عجیب و چقدر پدیده جذابیه. و داستان فراتر از این حرفا میره. خطرهایی که ورود به این تجربه میتونه به وجود بیاره خطرهای خیلی سنگینیه. کوچکترین اشتباه یک نوازنده میتونه منجر به یک فاجعه بشه. کل اون قطار میتونه وایسه. موسیقی از حرکت میتونه وایسه. و برای که اتفاق نیفته نوازنده باید کارش رو بلد باشه. بلد بودن کار، همون دیسیپلینی که قبل از این بهتون گفتم. تمام این اتفاقات رو بذارین کنار هم، سوال مهمتر میشه که چی میشه که نوجوان اینقدر حاضر خودش رو به این خطر بندازه؟ و اینجا الگوی ارکستر و ارکستر سمفونیک و اصولاً کار کردن موسیقی خیلی میتونه کمک بکنه. این جادوی موسیقیه. چیزی که یک نوجوان و حتی بزرگسال دوست داره بتونه انجام بده خلق مجموعی از صداهاست که ما به اون موسیقی میدیم. و در نهایت تلاشی درونزا برای اینکه بخواد یک پدیده، یک اثر موسیقایی بخواد اجرا بشه. کار کردن با نوجوانا به من یه چیزی رو یاد داده. به نوجوان بینش بده و دانش بده. بهش اطمینان کن. بینش و دانشی که به نوجوان دادی بهش احساس مسئولیت میده. اطمینانی که بهش کردی باعث میشه که سعی کنه بهترین خودش باشه. ترکیب این دوتا کنار هم دیگه میشه اون لحظه که یک نوجوان از توی سالن کنسرت میاد بیرون و با خودش میگه من تونستم. تجربه‌ای که نسل من خیلی نتونست تجربهش بکنه. شاید به خاطر اینکه ما چیزی برای اینکه ارائه بکنیم نداشتیم. به یک نوجوان کافیه بگی کارتو بلد باش. بزن به دل تجربه، نیمروی خودتو بپس.